13 خرداد سالمرگ دجال ضد بشر. من اگر در 1000 احتمال یک احتمال میدادم که شما دست بردارید از اون کارهایی که میخواید انجام بدید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیام. لازمم نبود شما پیش من بیایید، لکن مادامی که اسلحه در دست شماست و شما در همین نوشته اظهار مظلومیت و اظهار اینکه ما میخواییم کارها درست بشد و تفاهم بشد، وقتی در همینجا تهدید به قیام میکنید، ما نمیتوانیم از شما اینطور مسائل را قبول کنیم. حکم قتل عام مجاهدینی که بر سر موضع مجاهدی خود پافشاری کرده و می کنند. پرده دیگر از خوی ضد بشری خمینی. آخوند جلاد مرتضی مقتدایی، سخنگوی شورای عالی قضایی در زمان قتل عام مجاهدین در زندانها در سال 67. در آن موقع در مورد اعدامها خمینی به ما روحیه می داد. آخوند دشخیم مقتدایی. اعضای شورای عالی قضایی مستعصل شده بودند، نمی دانستند چه کار بکنند. بنا شد برویم خدمت امام. خمینی تبسمی کرد و گفت ادامه بدهید، کارتان را پیش ببرید، هیچ وحشت نکنید. حضرت امام به ما روحیه می داد. حضرت امام چند مرتبه جلسه پیش امام گرفته شد که واقعاً اعضاء شورای عالی قضایی مستعصل شده بودن، نمیدونستن چی کار بکنن. بنا شد بریم خدمت امام بگیم قضیه. خدمت امام عرض شد که آقا آمارم دست دادیم اونجا، الان چه تعداد رادیو در کل جهان 24 ساعت علیه جمهوری اسلامی داره حرف میزن، چقدر تلویزیون ها، چقدر افراد و شخصیت های برجسته دنیا میان مصاحبه میکنن، صحبت میکنن علیه نظام جمهوری اسلامی رو. چیکار میشه کرد؟ نمیشه پیش رفت با این اوضاع. اینا واقعا جدی ها خدمت امام مطرح کرد که با این حمله های انواع حمله ها و حجمه ها و حجمه ها علیه این نظام آدم به بنبست گیر میکنند، نمیشه پیش رفت. خدا رحمت کند امام رو، یه تبسمی کردن، فرمودن که از همین باید استفاده کرد، از همین که میبینید علیه این نظام این جور حجمه داره میشه، از همین بفهمید که پس اینجا یه خبری هست. اگر این نظام یه نظام مهمی نبود، این همه هزینه اونا دارن، سطح جهان رادیوها، تلویزیونها، افراد میان، پس ما ایش تعبیر امام این بود، فرمودن معلوم شد اینجا یه خبری هست، همین رو حفظ کنید، همین رو حفظ کنید، ادامه بدید، کارتون رو پیش ببرید، هیچ وحشت نکنید. یه مطلب مهمتر از این، حالا اسم هم میخوام نبرم، یکی از آئین مراجعه که ما همسایه یه هم بودیم، من از در منزل اومدم بیرون، میخواستم برم تهران برای همون شورای عالی قضایی،
اون آقا داشت قدم میزد از آیین مراجع بود تو کوچه یه فضای بازی بود ایشون داشت قدم میزد من رو دیدن سلام و احوال پرسید گفتن که تهران میری بعد ایشون به من نصیحت کرد که از این حمله ها و عرض کنم که زندان کردن ها و اعدام ها پرهیز کنید به من گفت پرهیز کنید گفتم والا دستور امام ما تابع امام رو دن گفت به امام بگید ما نمی کنیم فرمایش ایشون بود به من شما به امام بگید نمی کنیم بله بگید نه صلاح نیست بگید نمی کنیم بگید مصلحت نیست به ما درس میداد که برید به امام بگید وضع جوری است که صلاح نیست اینجور من گفتم والا خود امام فرمودن که ادامه بدید با قدرت حتی این منافقین اونایشون که سر موضعند امام تأکید میکرد اونایشون که سر موضعند که اگر امروز از زندان بیاد بیرون فردا انفجار ایجاد میکند فرمود با اینا برخورد کنید اونایشون که سر موضعند از موضعشون برنگشتند با اینا برخورد کنید این فرمایش امام بود به ما و همونجور که امام نظرشون بود ما اقدام میکردیم قضاتی که سر کار بودن قانون دستشون بود نظر امام رأی امام تو دستشون بود و بر طبق او اگر بنا بود اعدام اعدام میدادن اگر اعدام نبود زندان میدادن شلاق میدادن آخوند رئیسی سردشخیم قضایه جلادان بر سر قبر خمینی در سالمرگ دجال امروز حقوق اولیه انسان در آمریکا نابود می شود دنیا باید رفتار آمریکایی ها و حقوق مردم را ببیند. وقتی که خمینی راهبر و امام شد در قدم اول کلمه ذبح شد. خمینی شومترین ارمغان ارتجایی و استعماری معاصر است. مثل یک بلای عظیم، مثل یک مهنت بی پایان نازل می شود، می زند و می بندد و می خورد و پای مال می کند، می گیرد و می کشد و می سوزاند و ویران می کند. خمینی بزرگترین بلیه سیاسی و اجتماعی و مذهبی تاریخ ایران است. آزمایش وجود و لاوجود ایران و ایرانی است. وقتی که خمینی راهبر و امام شد در قدم اول کلمه ذبح شد، یعنی کلمه عاری از محتوا و مفهوم شد. کلمه های ارزشمند مثل انقلاب، مثل اسلام، مثل استقلال، مثل آزادی، مثل جمهوری. این کلمه ها پیاپی خار و بیمقدار و مبتذل و بیارزش شدند. خمینی بساط دجالیت پهن کرد و انبوه شارلاتان ها و میوه‌چین های سیاسی و دین فروش های حرفه‌ای دور کجاوه خلافت و ولایت فقیه سفیانی او را گرفتند. چنین بود که وقتی خمینی رهبر و امام شد اسم شورای انقلاب رو گذاشت، بر چیزی که واقعا شورای ارتجاع بود. مدتی بعد اون نمایش های گروگانگیری رو به صحنه آوردند. هدفش اساسا مات کردن نیروهای انقلابی در آستانه رفراندوم قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری خمینی و مجلس بود. ملیت‌های تحت ستم به شدت سرکوب شدند.
همچنین اقلیت‌های مذهبی. منطق یا روسری یا توسری در همه جا به وسیله چماقدارهای خمینی به کار گرفته شد. دانشگاه‌ها رو بستند و کودتای سیاه ضد فرهنگی رو اسمشو گذاشتند انقلاب فرهنگی. در کنار صنعت پاسدارسازی و پرورش کمیته‌چی، تروریسم داخلی رواج بی سابقه‌ای پیدا کرد. صدور تروریسم به خارجه اوج گرفت و زمینه جنگ افروزی و این جنگ شد. و بعد به جنگ کثیف و وحشی هم موهبت الهی نام دادند. ای ننگ و نفرین بر این خمینی و شجره خبیثش که پرپر کننده امید و اعتماد شکوفای خلق ایران بود. راستی که خمینی شومترین ارمغان ارتجایی و استعماری معاصر ماست. مأموریت تاریخی این شخص رو میشه در یک کلام در خراب کردن انقلاب ضد سلطنتی بر سر نیروهای محرکش، نیروهایی که اون انقلاب رو راه انداختند و به بند کشیدن مجدد انقلاب و اجتماعمون خلاصه کرد. این آدم تا 50 و چند سالگی در میدان سیاست حضور چندانی نداشت. در سلک ارتجاعی ترین آخوندهای مشروعه چی و در شمار هواداران شیخ فضل الله نوری، خصم علمای صدر مشروطه و خصم مجاهدهای آزادی ستان صدر مشروطه بود. خودش نوشته که نه فقط در اون ایام هیچ مخالفتی با اساس سلطنت و حکومت نداشته، همون حکومت رضاخانی، بلکه معیدش هم بوده. بعد در آستانه کودتای 28 مرداد در سلک افراد آخوندکاشانی به ضدیت با پیشوای نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق برخواسته و هنوز هم چنان که به کرات خودش گفته و میگه از سیلی خوردن مصدق به وسیله دربار شاه و استعمارگران حامی اون شاه شاد و ممنونه. مثل یک بلای عظیم، مثل یک مهنت بی پایان نازل می شود بر مردم ایران. خمینی در ایران چه کرده؟ جز این که میزنه، میبنده، میخوره، پامال میکنه، میگیره، میکشه، میسوزه و ویران میکنه. راستی که اشتهای این خمینی برای خونریزی سیری ناپذیره. همین خمینی که در اون سالهای شاه با مبارزه مسلحانه، به قول خودش با جاری شدن خون مخالفت میکرد و هیچگاه هم یک چنین مبارزه ای رو با رژیم شاه روا نشمرد. میبینید که مأموریت و نقش ضد تاریخی این خمینی این بوده است که آتش فشان گدازان انقلاب ضد سلطنتی رو سرد و خاموش بکنه و اون انقلاب رو دقیقاً از همون نقطه ضعفش، به اصطلاح از همون پاشنه آشیلش، یعنی از نقطه ضعف رهبری کنندش، فقدان رهبری ذی‌صلاح، به فساد بکشونه، به انهدام بکشونه و جامعه و تاریخ ما رو به عقب برگردونه. و اگرم تونست حتی میهنمون رو هم بپاشونه. یقیناً خمینی بزرگترین بلیه سیاسی و اجتماعی و مذهبی تاریخ ایرانه. خلاصه بگم، آزمایش وجود و لاوجود ایران و ایرانی است. بقا یا فنای فرهنگ و میهن و تاریخ و تمامیت کشور ما لاجرم به غلبه یا شکست ما در نبرد با این ارتجاع ضد تاریخی مشروطه. یعنی امروز مردم ایران درگیر سهمگین‌ترین نبردها و پنجه در پنجه درنده ترین گرگ‌های تاریخ این سرزمین است.